شما دوستای گرامی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ عرض کنم که میخوایم بریم سراغ 10 بازی برتر رویال پس که در سال 2020 خواهن ترکون. بازی شماره 10 H1Z1. قبل از این که آقا پابجی و فورتنایت بخوان انقدر خفن بشن، پابجی انقدر محبوب بشه و فورتنایت تبدیل بشه که از پرمخاطب ترین بازی های جهان، اونم تو سبک بره رویال، عنوانی به اسم H1Z1 پرچمدار این سبک بوده. بازی که توسط دی بریک ساخته شده و سال 2015 به صورت ارلی اکسس در دسترس قرار گرفت، اونم تو استیم به صورت انحصاری که بعد چون بودجهشون کافی نبود 3 سال به صورت ارلی اکسس باقی موند و تبدیل شد به یکی از پرطرفدارترین بازی های استیم. 3 سال بعد، یعنی در سال 2015 16 17 18 بازی از حالت دسترسی موقت یا ارلی اکسس خارج شد و به صورت یک نسخه کامل، اونم فری تو پلی، در استیم عرضه شد. این که خیلی از مشکلات قبلی رو همچنان همراه خودش داشت، ولی به هر حال از استقبال نسبتا خوبی از طرف گیمرها در واقع روبرو شد. حالا در H1Z1 150 بازیکن بدون هیچ تجهیزاتی توی نقشه بزرگ میافتن و باید برای بقا و برنده شدن با یکدیگر مبارزه کنن، مثل سنت دیگه بازی‌های رد رویال. H1Z1 شما رو مجبور به جستجو برای پیدا کردن اسلحه و تجهیزات مختلف مثل مواد منفجره میکنه، یا در اونم تو ایستگاه‌ها مثل ایستگاه‌های گاز، شرک‌ها و کمپ‌های بزرگ کوچیکی که تو اسلحه تو در واقع نقشه هستش. سه مود سولو و دو اسکواد داره مثل بقیه بازی‌ها و به صورت گروه 5 نفره در بازی مبارزه میکنن و قطعاً اینو هم میدونید که بازی هیچ گزینه‌ای به نام ریسپاون نداره یا دوباره زنده شدن و فقط یک جون دارید، که این باعث دلهره و هیجان تو این بازی در عین اینکه سرگرم میشید داره، تقریبا مثل پابجی. بله، بازی H1Z1. و اما بریم سراغ شماره 9. بازی شماره 9 وارفیس. بازی وارفیس 21 اکتبر سال 2013 توسط کمپانی کریتک برای پلتفرم های ایکس باکس 360 و ویندوز عرضه شد، ولی علارغم این مدت، علارغم در واقع مدت طولانی که از عرضه بازی گذشته، نتونست اون محبوبیتی که باید به دست بیاره، خصوصا بین پلرهای ایرانی که اصلا هیچی، که قطعا با توجه به این رقابای گردن کلوفی داشته غیر قابل، چیز عجیبی هم در واقع نیست. این بازی بر پایه نرم افزار معروف استیم عرضه میشه، ولی خب بعد از ران کردنش تو استیم وارد اپ اختصاصی خودش میشه و از اونجا میتونید بازی رو ران کنید. در واقع با لانچ کردن بازی و دیدن برند بازی ساز به نظر میاد که بازی جذابی باشه و با توجه به اینکه موتورش هم در واقع موتور آرچیج هست، تقریبا با رون شدن بازی توقعمون از گرافیک بازی هم برطرف میشه. در ابتدا بازی باید از بین تعداد کاراکترهای از پیش طراحی شده یکیش رو انتخاب کنیم و بازی امکان شخصی سازی چهره کاراکتر رو هم بهتون میده و فقط شما مجازید بین همون کاراکتری که رو انتخاب کنید، که خب یک تنوع نسبی هم دارن که مثلا زور زدن که یه تنوع هم بهش بدن. این نکته رو هم بگیم که شما از بین سرور آمریکا و اروپا میتونید یکی رو انتخاب کنید، که البته اروپا رو پیشنهاد میکنید، و توی اروپا هم باید بین هنگ کنگ و لوکزامبورگ یکی رو انتخاب کنید که پینگ لوکزامبورگ قطعا بهتره. فقط هنگ کنگ اصلا چه ربطی به اروپا داره واقعا؟ هنگ کنگ آسیا، اون ته آسیا، اروپا. بریم سراغ بازی شماره 8. بازی Rules of Survival که یک بازی موبایلی هست. بله درست هست، این بازی فقط برای موبایله، که معنیش هم همون قوانین بقای، اولین بازی سبک بره رویال روی موبایل هم قطعا در واقع نیست، اما بدون شک کامل ترین و موفق ترین این بازی تو برای اندروید iOS تو سبک خودش. در واقع بهتره که اینطوری بگم که این بازی بیشترین شباهت رو به پابجی داره و به همون اندازه که میتونید از پابجی به روی رانه شخصی رو لذت ببرید، میتونید از این بازی هم روی موبایل تجربه مشابه کسب کنید. این بازی که توسط نت ایز گیمز طراحی و منتشر شده، در کمتر از 3 ماه تونست بیش از 50 میلیون کاربر موبایل رو جذب کنه و به عنوان پرمخاطب ترین بازی تو این سبک قرار بگیره. این بازی برای رویال عیناً یا در واقع در تک تک المان های بازی پابجی رو تونسته به خوبی در خودش پیاده سازی کنه. همونطور که عنوان شد، پابجی یک بازی جریان سازه که نه تنها به روی موبایل بلکه روی همه پلتفرم های دیگه هم شاهد ارائه بازیش هستیم. علاوه بر بازی مورد نظر، ما بازی مشابه دیگه هم با نام های مثل مثلا Survival Squad یا Last Battleground Survival
روی موبایل منتشر شدن، اما به نسبت به Rules of Survival به مراتب کیفیت پایین‌تری دارن از همه لحاظ در واقع. و خلاصه پیشنهاد میکنم که Rules of Survival رو امتحان کنید. بریم سراغ بقیه گزینه‌ها، بهتون یه چیزی مهم من بعدش میگم. بریم سراغ بازی شماره 7. بازی شماره 7 بازی Horizon Source هستش که همونطور که دارید میبینید. از این بازی من هیچ گونه اطلاعاتی درست حسابی نتونستم تو نت پیدا کنم. چرا؟ در واقع چون خودم این بازی رو، البته منظورم اینه که در اطلاعات درست حسابی نمیتونم بهتون بدم. چرا؟ چون خودم اصلا این بازی رو امتحان نکردم. ولی بازی Horizon Source همونطور که دارید بازیش رو میبینید یک بازی برگرال هستش که این بازی هم بسیار بازی باحالیه و قطعا پیشنهاد میکنم اگر دوست داشتید این بازی هم تست کنید و نصب کنید و روی کامپیوترهای خودتون امتحان کنید و بازی کنید. به نظر من بازی باحالیه و قابل چیز هست، به خاطر قابل بازی کردن هست، قابل چیز آخه. و در همین حد میتونم کفایت کنم راجع به بازی شماره 6 که شماره 7 که Horizon Source هست براتون بگم. ببخشید دیگه چون بازی رو خودم امتحان نکردم نمیتونم چیزی راجعش بگم. دم شما گرم. بریم سراغ شماره 6. بازی شماره 6 رادیکال هایت هستش. رادیکال هایت یک بازی سوم شخص در سبک بره رویال شوتره و رایگان با تم دهه 70 میلادی که توسط شرکت باسکی پروداکشن ساخته و منتشر شده. از دیگه بازی های ساخته شده توسط این شرکت میشه به بازی لاو بریکرز اشاره کرد اگر دوستان عزیز این بازی رو انجام داده باشن. تو بازی رادیکال هایت شما به عنوان یک شرکت کننده در یک از بزرگترین مسابقه دهه 70 میلادی هستید که در ابتدای این مسابقه 100 نفر شرکت کننده که شما هم یکی از اونها هستید در یک مپ بسیار بزرگ از هوا با چت نجات به سمت زمین پرتاب میشن. هر کدومشون با یه دکمه های جهت خودشون رو به نقاط مختلف نقشه مین پابجی دیگه یا فورتنایت این همه بازی برای رویال. بعد فرود میایید و شروع میکنید به اسلحه جمع کردن و تو نقاط مختلف بازی هم میتونید یکدیگر رو در واقع اسلحه اینا پیدا کنید و حتی یکدیگر هم بکشید و خلاصه از بازمانده های اونها میتونید بازی رو ببرن. دقت داشته باشید که در بازی های در این سبک پس از مرگ شما بازی رو باید از یک جای دیگه در واقع بازی رو ببندید. تمام شد دیگه، میمیدی مردی دیگه، این بعد رویال اسمش. در طول بازی از دوچرخه برای مسافرات سریعتر در طول بازی میتونید استفاده کنید. تصور کنید دوچرخه هم میتونید سوار بشید و از پولای مخفی شده تو رستوران ها اونها غیره هم استفاده کنید تا اسلحه ها یا جلیقه های قوی تر بخرید و یا از ATM های داخل بازی استفاده کنید تا پول خود رو برای بازی بعد ذخیره کنید. میبینید چه باحاله، یه سبک جالبی داره. شما پول پیدا می‌کنید، پولو می‌تونید ذخیره کنید، بذارید تو ATM، بذارید تو حسابت که تو مرحله بعدی بتونید بهش مثلا یه چیزایی بخرید. خیلی کوله نه؟ کول. بریم سراغ بازی شماره 5. بازی شماره 5 داروین پروجکت. برای توصیف این بازی تو یه جمله باید بگیم که پروژه داروین شاید متفاوت‌ترین بازی سبک بعد رویال در این حال وفادارترین اون به منبع اقتباس این ژانر. نکته جالب اینه که همین تفاوت‌های بازی با دیگر عناوین برای رویاله که در واقع ریشه های وفاداری اونو شکل میده. پروژه داروین نام برنامه تلویزیونی و خیالی که در دنیای بازی پخش میشه. در این برنامه تلویزیونی زندانیان به قول معروف میریزن تو نقشه تا آخرین قطره خونم باید با هم بجنگن تا تنها یکی از اونها باقی بمونه و آزاد بشه. شما هم یکی از همین زندونیهای شوربختی هستین که البته اگر از استعدادهای نهفته در کارگردانی و اینا بتونید خودتون استفاده کنید، بله تو بازی اینا تاثیر داره، میتونید جزو برنده‌ها بشید. برخلاف دو عنوان معروف دیگه مثل پابجی و فورتنایت، رقابت برای زنده موندن بین شما و تنها بازیکنای دیگه محدود نمیشه و خبری از 90 بازیکن نیست، بلکه فقط 10 بازیکنه که ما یکی از اونایی. تمام این ویژگی‌های داروین پروژه رو به یک منبع الهام این سبک چون خودش مثل رمان بعد رویال و فیلم‌های هانگر گیمز بسیار نزدیک کرده و اما بدون شک این نگرانی رو ایجاد می‌کنه که پروژه داروین اون برنامه تلویزیونی ضعیفی باشه که ترجیح بدید اون رو تماشا کنید تا اینکه برای چشیدن طعم آزادی در اون شرکت کنید. نمی‌دونم متوجه منظور میشید یا نه. خوشبختانه پروژه داروین جذابیتی کمتر از دیگر بازی‌های برای رویال نداره، حداقل نه برای چندین ساعت اولیه. تم متفاوت و نفرات کمتر بسیاری از مکانیزم‌های بازی رو نیز متفاوت‌تر از دیگر عناوین مشابه خودش کرده. بزرگترین تفاوت داروین پروژه اینه که علاوه بر 10 زندانی حاضر در دنیای بازی، بازیکن دیگری که نقش کارگردان برنامه یا شاید بهتر بگم نقش خدای مرگ رو ایفا می‌کنه توش حضور داره.
شما به عنوان کارگردان برنامه میتونید تصمیم بگیرید که چه مناطقی رو از دسترخت خارج کنید، یعنی شما میتونید جزء یعنی کارگردانه باشید تو بازی. در واقع بخونید طوفان معروف پابجی یا همون فورتنایت، تو رد زون و اون بلو زون در واقع پابجی دیدید، شما میتونید اون رو تو این بازی تعیین کنید برای پلیرای دیگه. امکاناتشون سرعت بیشتر و بازیابی سلامتی هم در اختیار بازیکنان خاصی قرار بدید یا دستور بمباران اتمی کامل یک منطقه رو بدید. در واقع توی این بازی شما میتونید نقش اون آقایی که پشت تلویزیون هست، مجموعه هانگر گیمز رو دیدید، همه رو تو بدل رویال یه جا میبینن، میتونید نقش اون رو بازی کنید که پلیرهای دیگر رو بیچاره کنید، یعنی مثلا رفیق داره بازی میکنه بگی بذار من پوسته اینو بکنم. اینم از بازی شماره 6 که داروین پراجکت بود. بریم سراغ بازی شماره 4، بازی بسیار معروف و شماره 1 بتل رویال فعلا، فورتنایت. آقا دیگه فورتنایت من چی راجعش بگم؟ بازی فورتنایت یه سری اطلاعات بخوام بگم، 25 جولای 2017 عرضه شد. این بازی از کمپانی معروف اپیک گیمزه که اغلب با بازی گیرز آف وار هم اونو ما میشناسیم. از بازی پرطرفدار فورتنایت در واقع میتونیم اینو بگم که با مود بتل رویاله و توسط کار در واقع تونسته کاربرای بی‌شماری هم به خودش اختصاص بده، به طوری که تعداد بازیکنای این بازی روز به روز هم هنوز داره افزوده میشه، برخلاف پابجی که هر روز داره کاربراش کمتر میشه، فورتنایت داره هر روز کاربراش اضافه میشه. این باور نکردنیه و آپدیت های بسیار باحال میده. مثلا همین تازگی گفته که زودی تم بتمنو میخواد بده. اصلا خیلی خفنه این لعنتی فورتنایت، به خصوص به خاطر آپدیت هاش و کسایی که بازیش میکنن خیلی خوشحالن و خوش به حالشون و حالشو ببرید. و در حال حاضر به بیش از این 200 میلیون الان فکر کنم خیلی بیشتر شده، الان فکر کنم بیشتر از 300 میلیون حتی رفته، نمیدونم خیلی زیاد شده، عدد آخرشو ندارم. و تو یه روز بیش از 98% مردم جهان در واقع تو بازی اگه بخوام اینجوری بگم ناپدید میشن، ببین یعنی چی، و بقیه افرادم از آسمون توی اپ ها ریلیز میخورن و میان. و خلاصه بازی خیلی خفنیه. در این بازی شما میتونید در واقع در نقش یک کاراکتری بازی کنید که کاراکتر معمولا فانتزی رو میدید، دنبال لوت میگردید و بعد آزوغه جمع کنید که بتونید بیلد کنید. و این بیلد کردن در واقع نقطه تفاوت پابجی با خیلی از بازی‌های بتل رویاله که خیلی هوش بالا و در واقع حضور ذهن بسیار بالایی هم میخواد و میتونید برید تا بتونید به رتبه اول برسید. دیگه راجع به فورتنایت بیشتر از این چیزی نمیگم چون همتون دیگه فورتنایت رو میشناسید. بریم سراغ بازی شماره 3، ببینیم چه بازیه. بازی شماره 3 میرسه به بازی لاست من استندینگ یا همون آخرین بازیکنی که زنده بماند، یا در واقع آخرین مردی که زنده بماند. این بازی هم مثل اون بازی شماره 6 من خیلی اطلاعات ازش ندارم چون بازی نکردم، فقط تصاویرش همونطور که دارید میبینید مثل بقیه بازی‌های بتل رویال خیلی تفاوت خاصی نداره، ولی رتبه سومو به خودش اختصاص داده و ممکنه در 2020 بتونه خیلی جلو بزنه حتی از فورتنایت و اینا. باید ببینیم، نمیدونیم فورتنایت که اینقدر آپدیت خوب میده معلوم نیست حتی جایگاهش بیاد پایین، ولی به هر حال اینا رو بر اساس جذابیت داریم خدمتتون عرض می‌کنیم. و بازی لاست من استندینگ هم یکی از اون بازی‌هایی که حتما پیشنهاد می‌کنم اگر دوست داشتید امتحان کنید و بازی کنید. بیشتر از این چیزی راجع به بازی نمیتونم بهتون بگم متاسفانه. بریم سراغ بازی شماره 2. Infestation the new Z، بازی آنلاین و رایگان Infestation داره سبک MMOه که کاملا سروایور هورور میباشه. یعنی چی؟ یعنی ترسناک. داستان بازی از زمانی شروع میشه که روی پلی گیم کلیک میکنید و شما رو در یک ناکجا آباد سپاون میکنه، یعنی یه هویت یه جایی ظهور میکنید که باید به سمت دوستان خودتون حرکت کنید. زامبیا فقط در دهکده ها و شهرها و برخی خیابونا هستن و شما برای به دست آوردن آب و غذا و سلاح و اینا باید دست به ریسک بزنید و به شهر رفته و زنده بمانید. یه بازی خیلی متفاوت و باحالیه که پیشنهاد میکنم حتما بازی کنید. من خیلی از سبک بازی خوشم اومد و خیلی باهاش حال کردم و به نظر من بازی باحالی، همونطور که تو تصاویرش هم می‌بینید همه چیزش خیلی جمع و جور و باحاله. و شاید ماهایی که فقط پابجی و فورتنایت بازی می‌کنیم توی دو تا بازی گیر کردیم. به نظر من یه خورده بیاید بیرون ببینید چه بازی باحال برای رویالی اومده و اصلا آدم خبر نداره. اینم از بازی شماره 2. و اما بازی شماره 1، بازی که خودم اصلا به شدت عاشقش شدم و بازی مورد علاقمه و به زودی میخوام توش بازی کنم. بشه تابید برید توش ثبت نام کنید، دانلود کنید، بازی کنید که میخوام حسابی با هم گیم بدیم با هم بازی کنیم. این پلی بدیم خیلی واضح مسخره یه، واقعا پلی بدیم یعنی چی؟ با هم بازی کنیم، پلی کنیم، حداقل پلی بدیم، پلی بدیم. یه پلی میدی بفرمایید.
و اما بازی شماره یک، بازی مورد علاقه من، Rings of Elysium. Elysium، بله، Tencent رو که دیگه میشناسید دیگه، بازی پابجی موبایل رو ارائه میده. یه عنوان دیگه اومده معرفی کرده، چون خودش هم دیگه فهمیده پابجیش داره گند میزنه، انقدر چیتر توش هم شده. و واقعا باور کنید پابجی چه پیسی چیز داره، یواش یواش واقعا داره به سمت نابودی میره متاسفانه. هر چقدر هم آپدیت میده اصلا جدی اینا پچه دردی میخوره. و ولی تنسنت چون اینو میدونسته اومده بازی داده به اسم رینگ آف الیزیوم، که این بازی به عنوان یک بازی بدل رویال هستش و کلی نکات مثبت داره که کلی طرفداراشو برگریزان خواهد کرد. تجربه ناشی از ساخت نسخه موبایل پابجی در ساخت رینگز آف الیزیوم هم مثل که داره رعایت میشه و به وضوح شاهد تأثیر اون تو شکل‌گیری بازی. از طرف این بازی رو میشه پوشش دهنده تمام نقاط ضعیفی دونست که توش پابجی در واقع داره گلفشان میکنه واسه خودش. تو این نکته هم باید بهتون بگم که داستان بازی خیلی ساده و کوتاهه. 60 ورزشکار از ارتفاعات یک شهر کوهستانی گرفتار طوفان سهمگینی با نام یمیر، فکر میکنم اگه درست بگم یمیر، میشن. نجات از این در مخمصه تنها یه راه داره و اونم رسیدن به یه هلیکوپتر نجاتی که میشه 4 سرنشین بیشتر توش جا نمیشن. همین شرح کوتاه از داستانی که الان بهتون گفتم نشون میده که بازی یکم سبکش متفاوت تره. سبک بازی بعد رویال همونطور که بهتون گفتم و 60 بازیکن، در واقع 60 کاربر واقعی توی سرور هستن و برای رسیدن به هلیکوپتر باید به جون هم بیفتن. یه نکته جالب راجع به این بازی اینه که تنها یه برنده نداره. یعنی شما 4 تا صندلی هلیکوپتر جا داره و یعنی در واقع شما اگر یه نفر باشید باز میتونید با 3 نفر دیگه، اگه همو نکشید میتونید به توافق برسید بگید آقا ما 4 نفر موندیم دیگه بریم سوار هلیکوپتر بشیم. میتونه یکی بزنه همه رو بکشه که خیلی مسخره است، یا میتونن اگه 2 نفرید هستید 2 نفرتون با 2 نفر دیگه، یا اگه یه اسکواد هستید یه اسکواد به راحتی نجات پیدا کنید. و این یه نکته خیلی بازی باحاله. و اون چالش آخرش تصور کنید که سولوها میخوان با هم برخورد کنن، آیا به هم رحم میکنن یا بخوان همو بکشن، خیلی باحاله. و این بعد ببینید بازیکن‌ها چه فرصتی به هم میدن نمیدن. در آخرین بخش از بازی هلیکوپتر نجاتو که مشاهده کردید در آسمون اینجوری پدیدار میشه و یه نقطه نردبون خودشو پایین میاره و خلاصه شما میتونید بی توجه به حضور دیگر بازیکن‌ها خودتون رو به نردبون برسونید و از اون بالا برید. یعنی شما مثلا میرید 3 نفر اونجا درگیرن، کارین هک هلیکوپتر زودتر رسید، ممکنه 10 نفر مونده باشن، هر کی زودتر به صندلی رسید مهم نیست چند نفر مونده. و اون این خیلی بازی رو خفن کرده. به نظر من گرافیک بازی هم فوق العاده باحاله و به نظر من بای بای پابجی. و خلاصه دیگه این بستگی به دیگر بازیکن‌ها داره که بهتون اجازه بدن یا خیر. استراتژی این در واقع بازی اینه که منتظر بمونید تا پس از کشته شدن تمام بازیکن‌ها با خیال راحت از نردمون بالا بیاید. اینم یعنی یه روشیه که میتونید توش بازی کنید. اگر تو پیاده سازی این استراتژی با مشکل روبرو بشید یا بازیکن‌های دیگه فکر مشابهی به سرشون بزنه، اونجوری در نقطه‌ای کم می‌کنن و فانتی برابرسو سوار هلیکوپتر اومده 10 نفر کم کردن، حالا 10 نفر ما سوار هلیکوپتر بشن. آقا پیشنهاد میکنم این بازی رو حتما نصب کنید. خود من به زودی استریمم همونطور که میدونید 2 مهر یا 3 مهر آزاد میشه، دست یوتیوب 90 روز بلاکم کرده و به زودی میایم و این بازی رو گاهی با هم شبا بازی کنیم. دمتون گرم که ویدیو رو دیدید، امیدوارم این لیست مورد توجهتون قرار بگیره. بله درست حد زدید، خبری از پابجی نیست. پابجی متاسفانه در سال 2020 به ورای نابودی داره میره. امیدواریم پابجی فکر به حال خودش بکنه، ولی اگر نکنه نگران نباشید. پدر پابجی آقا فوش ندید، من خودم پابجی بازم، عاشق پابجی ام، ولی باید قبول کنیم بازی داره میاد که میتونه رو دست پابجی بزنه، اونم از طرف خود کمپانی پابجی. ببینید پس خود کمپانیش فهمیده. دم شما گرم، مرسی که سابسکرایب میکنید. یادتون نره همین الان سابسکرایب کنید و کامنت بذارید، نظر بدید، نظر خودتون رو بدید، بگید آقا موافقید مخالفید، به نظر شما کدوم یکی از این بازی رتبه اول داره، اگه فورتنایت بازید نه، اگه فورتنایت. خلاصه به نظر شما پیشبینی خودتون در سال 2020 اینه که چه اتفاقی خواهد افتاد. دمتون گرم، تا ویدیوهای بعدی بدرود و خداحافظ.